حیاتی، ملی، تاریخی و فوق العاده مهم دشوار است که در 5 دقیقه بتانیم مطالبی را به شما تقدیم بکنیم یا یاد کنیم که سزاوار یادآوری هست. اما بازم به خاطر از اینکه لااقل حرف سخن دی مورد داشته باشیم، به اجازه شما عزیزان اولتر از همه قبل از اینکه مستقیما روی موضوع برم، باید یاد کنم که دشمنای استعماری و سوگند خوردی سرزمین آبایی ما از سالها به این طرف بخصوص در 2 بخش زیاد سرمایه گذاری کردن. یکی در بخش نسل جوان ما بخصوص از سال 2001 میلادی آغاز به کار کردن که نسل جوان باید از احساسات میهن پرستی و یا میهن پرستانه و مبارزاتی توهی کنند، چنانچه از طریق سازمان های به اصطلاح غیر حکومتی شدیداً دست به کار شدن و ما نتایجش لمس می کنیم. و در بخش دوم که تا امروز کار کردن و ما نتیجهش امشب می بینیم، او عبارت از ایست که کوشش کردن همیهنان مهاجر ما را در سر تا سر جهان از سیاست کردن ها بترسانن و اینا را به تفاوت بار بیارن در برابر سرنوشت ملتشان، در برابر سرنوشت مادر میهنشان، بگویند به ما چی و بگویند که ما از بیرون ها از دور دست ها کاری کرده نمیتونیم. توجه داشته باشیم که این نتیجه کار دشمنای سوگند خوردی سرزمین ما هست، ورنه ما همه چیز کرده میتونیم. به هر حال چون موضوع امشب مستقیما رابطه منطقی با سرزمین ما داره و در این رابطه ای که من خدمت شما عرض کردم، قبل از اینکه چند حرفی در مورد تجاوز نظامی های شرف باخته پاکستانی خدمت شما عرض بکنم، یک مخمس دارم به اجازه شما عزیزا امیر میخوانم و البته ما فهم میخواهیم که از 5 دقیقه بیشتر میشه، اما چاره نداریم. تشکر. ای خامه بیا خون دل از دیده بیفشان. وقتی در اینجا خطاب به خامه یا قلم میشه، منظور انسان ما هست در واقع. ای خامه بیا خون دل از دیده بیفشان، افسانه بگو از غم لغمان و بدخشان، از زخم تن کابل و از زخم تن کابل ویران پریشان، فریاد کن از رنج دل مردم نالان، ارمی نکنی بی که زبان تو شود لال. تصویر بکن چهره افسرده مادر، و از کودک بیمار ستم دیده و ابتر، از کلبه غلطیده بی فرش و سر و در، از ظالم و از خائن و سلطان ستمگر، و از ناله بشکست دلان در همه احوال. شرح بکن از سوز دل این حالت امروز، رو بر سر پروان و هری کندز و نیمروز، هر جا که شب تیره بود شام بیافروز، پرواز بلند همت پروانه بیاموز، یا نیست سزاوار هوای تو پروبال؟ از ناله در سینه فرو بسته بگو تو، از دختر زندانی نورسته بگو تو، از کارگر غمزده خسته بگو تو، از مزرعه سوخته پیوسته بگو تو، از کنده و از فانه و زنجیر و سیاچال. ای خامه، ای خامه، سراسر وطنم سوخت و تباه شد، و از آتش جنگ صورت اندیشه سیاه شد، حب وطن خون شده گویا که گناه شد، حب وطن خون شده گویا که گناه شد، هر سفله بی علم و هنر شهنه و شه شد، بر خلق جهان گوتو از این قصه و احوال. بخش اخیر است. این مردم بی پا شده را کفش و عصا شو، به سینه سرد و لب خشکیده نوا شو، بهر تن بیمار فرومانده دوا شو،
چون شور و صدا خفته بیا شور و صدا شو هرگز نشوی لال و فرو خفته و بی حال هرگز نشوی لال و فرو گفته و بی حال و صورت تشکر دوستان عزیز اجازه بدین چند حرف در مورد اسرائیل آسیا یا اسرائیل بر اعظم آسیا بر شما عرض بکنم که عبارت از پاکستان امروز است. از روزی که پاکستان ایجاد شده روی توطئه علیه افغانستان و بخصوص هندوستان ایجاد شده و به خاطر که استعمار کنکار انگلیس هنوز هم در منطقه پایگاه فعال خودش داشته باشد، به همون دلیل است که از روز تولد نامیمونش تا امروز افغانستان نفس راحت نداشته و تا زمانی که رژیم های چاکر صفت نوکر صفت پاکستانی به سر قدرت هستند ملت افغانستان هرگز روی خوشی را نخواهند دید. میایم بالای تعرض و تجاوز اخیرشان. باید به شما عزیزان و صراحت عرض کنم که سوال تنها پیشروی پاکستانی ها در مسافت 45 کیلومتری امروز نیست، یعنی این تنها پیشرویشان نیست و تنها بخش اشغال نیست. اجازه بدین که اصل مطلب اینجا است. آقای مصر عزیز که بدون از دیگه پاس در از این موضوعات بعدن میاین، از او خاطر چون باید تقسیمات اجازه بدین که من عرض کنم که در سال 1995 پاکستانی ها 4 منطقه مهم سرحدی وطنتان اشغال کرده و اونجا تذکره توزیع کرده، ولی تا امروز هیچ مسئول افغانستان صدای خود بیرون نکرده. نام 4 منطقه را برای شما میگم دوستای عزیز: لالپوره، کامه، براوره، معزیچته در نواحی مهمند ایجنسی. این نشریه خود پاکستان پست در سال 1995 با خط جلی نشر کرد و گفت که این مناطق از طرف قوای نظامی پاکستان اشغال شده و به این مردم تذکره هم توزیع شده و بالاخره ملکیت پاکستان است. یعنی این اشغالگری پاکستان کار نوی نیست. به هر حال من نقاط گفتنی دیگه هم دارم، اما میگذارمش به سوالاتی که اگر عزیزان ما داشته باشن بعدن بیشترک صحبت خواهیم کرد. تشکر. محترم پایکارت خدیر مننه کو. ما هم تشکر میکنم از پایکارت صاحب. البته در خلال این صحبت ها کلی صورت میگیره برای اینکه اینا چند جلد از کتابانشان طبع شده که تاریخ نوشتن و بسیار زحمت هم کشیدن. واقعا در این قسمت از برنامه از محترم شهزاده بارز تقاضا میکنم، چون آشنایی کامل در منطقه دارن در سرحدات کشور ما، اینا یک مقدار روشنی بیاندازن هرچی کوتاه بهتر. تشکر میکنم و رگزت ولد شما و به همه حضاری که تشریف دارن سلام خود میرسانم. در مورد اوضاع داخلی افغانستان و برخورد با پاکستان ما خدمت شما عرض بکنم که چند دهه باید به عقب بریم. زمانی که دولت پاکستان به وجود میاد و از هند برطانوی جدا میشوند، در این وقت انگلیس ها پروگرام اساسی طرح کردند که تا به امروز دامنگیر ما و حتی دامنگیر خود پاکستان هست و او عبارت از این است که خط نامنهاد دیورند تعمیل کردند سر افغانستان و علتش هم او بود که اصلا یعقوب خان بچه امیر شیرعلی خان که بعد از فوت امیر شیرعلی خان به صورت پادشاه تعیین شد، انگلیس ها خود به خود یک قرارداد 14 ماده ای را نوشته کردن و امیر یعقوب خان ایوازی ازی که مثل پدر خود در مقابل ازی ها مقابله بکنه تا گندمکه با رکابدار 400 نفر خود رفت و قرارداد امضا کرد و پس آمد. باز خود ازیرم شما به خاطر دارین که خیمه زدن ایره نظربند ساختن در سر تپه مرنجان جای برش دادن و باز روان کردن به هندوستان.
اینال ما میبینیم که در این تقسیمات چی نقص کرد افغانستان. کشمیر بین هند و پاکستان گذاشتن و دیورند بین پاکستان و افغانستان گذاشتن. بدلیلی چی؟ که این مملکت همیشه بین زد و خورد نارامی باشه به خاطر ازی که افغانستان و پاکستان اگر اینا یک جای میشن دو مملکت اسلامی هستن، یک قوت در منطقه واقع میشه و این قوت در منطقه یک روز دردسر بر انگلیس ها خلق خواهد کرد. و ای که ما میگیم 48 و 45 متر پاکستان پیش آمده، ولی نامده. مثل که پامیر صاحب گفتن تقریبا 8 سال قبل به نام حضرت علی یک قماندان بود در مشرقی، بعد دو من ایفان وکیل شده چطور شد خبرش ندارم، ای آمادگی گیر قماندان بود در اوجه که باید حمله بکنه در مقابل پاکستان، قد علم بکنه و دفاع بکنه از خاک خود، مگر حکومت مرکزی برشان اجازه نداد. در این روزایی که موضوع بسیار شدت گرفته، یک عاملش اعلان بسته کردن بند کنر هست، دریای کنر، که رئیس جمهور هم گفت که مصرف زیاد کار داره و 12 سال ای امار میشه و وزیر آب و برق هم یه موضوع را تایید کرد که ما این بند را در صدد بسته کردن نشستیم. اگر چی بند سروی شده، قبلا ما دستگاه ریاست برق کار میکردم، منظم هم اوراقش موجود هست. ای که چه دلیل است تابال را حرکت ندان، ممکن موضوع مالی باشه که ما یقین ندارم، با این 500 میلیاردی که به افغانستان سروازیر شده ای بند باید بسته میشد. مشکل دیگه که در اینجا واقع شد موضوع خود سازمان شانگهای است. وقتی که در 2001 امریکایی ها شامل افغانستان شدن، فوراً روسا سازمان شانگهای به وجود آوردن که در این سازمان شانگهای خود روسا، چین، ازبکستان، قزاقستان و تاجیکستان سهم دارن. در ظاهر موضوع اینا گفتن که ما تروریسم در مقابلش قد علم میکنیم و امنیت منطقه را تامین میکنیم، مگر هدف اصلی و اساسی از یا این بود، هدف اصلی از اساسی از یا جلوگیری از نفوذ امریکایی در منطقه بود که امروز خود از یا تعداد افغانای ما را تطمیم میکنن. او را شما خبر دارن، همه روز در رادیو میشنوین که یک چیزی هست و تعداد خود زمامدارای ما این را قبول باید بکنیم. کسانی که از خود پاکستان سر بالا کردن و آمدن به افغانستان امروز زمامدار هستن، شما مطمئن هستین که اینا جز آیسای نیستن؟ اینا کارت آیسای به جیب ندارن؟ شما مطمئن هستین که اینا کارت امریکایی رو به جیب ندارن؟ مطمئن هستین که اینا از روسیه تمام معاش نمیگیرن؟ همه یا آلوده هستن؟ لذا غیر از اینکه مملکت افغان مردم افغانستان خودشان مثل که با انگریزا جنگ کردن بیرق بردارن و بگوین ما فداستیم، ما خاک خود کمایی میکنیم، دیگه هیچ رای وجود نداره. تشکر میکنم از لطف شما. یک جهان سپاس از محترم شهزاده بارز، لطف کردن، محبت کردن، البته بازم حرفایشان ادامه خواهد داشت. البته موضوع اساسی در کشور ما موضوع اقتصاد است و شما آگاه هستین که آقای خان زکریا در بخش اقتصادی و تجاری در کانادا هم فعال بودن و فعلا هم اینجا دفتر وجود داره. از او جهت از نا تقاضا میکنم که لطف بکنن برای مدت کوتاه صحبت داشته باشن. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. با ابراز تشکر و سپاس بسیار زیاد از آقای ورکزی که این فرصت مساعد ساخت که چندی از دوستان خردمند روی وضعیت افغانستان سخن بگویند و زمینه را مساعد کنند تا دیگر دوستا هم سوالاتشان را پرسش داشته باشند. روی مسئله تجاوز و معضلی که ما با پاکستان داریم، این یک مشکل تاریخی است و البته توضیح از این مسئله در 5 دقیقه ناممکن است. منتها انسانهایی که به خرد باور دارند و روش هایی را جستجو می کنند تا بشریت در آشوب جنگ نابود نشه، مشکلات اجتماعی بحرانزا نباشه و انسان ها قربانی از این مشکلات نشه، راه دیگر جستجو می کنند. علمای امروز به این باور است که نفوس
بشر در دنیا 7 میلیارد است و امکان زیست مسالمت آمیز برای 250 بیلیون انسان در این کره زمین پیش بینی شده، مشروط به این که انسان ها در جهت صلح، در جهت زندگی خوب، آگاهی دادن به انسان ها و تعلیمات خوب که یکی دیگر را تحمل و تقبل کنند، چی در سطح یک کشور حقوق یکی دیگر را بشناسند و چی در سطح بین المللی مراعات حقوق همسایه خود بکنه، و هر کسی که تخطی از این اصل بزرگ میکنه به معنای زی است که باور به انسانیت نداره و این دنیای بزرگ برای خود و به دیگران تنگ میسازه تا زندگی برای همه کس بد شود. با تاسف که پاکستان و سیاستمدارای پاکستان از زمان آغاز حکومت پاکستان بعد از حکومت علی جناح ما می‌بینیم که یک حکومت توطئه بوده، حکومت ترور بوده و این حکومت سازان پاکستانی و سیاستمداران جعلکار پاکستانی اولین صدر اعظم خود ترور کردند که لیاقت علی خان بود و او را با تعصب و وسیله یک افغان به نام سید اکبر که البته کشتن لیاقت علی خان به خاطر ازی بود که حرکت دموکراسی در پاکستان منابع امریکا و منابع پاکستان که یک نوع منفعت پاکستان که البته توته و تخریب همسایا بود در او وقت در وجود لیاقت علی خان و جنایی که در خط دموکراسی و آزادی باورمند بودند این مانع می دیدند بنابراین شخصیت های دموکرات ورداشتند تا نظامیان توتگر و آیسای پاکستان شرایط ترور در منطقه ایجاد کنند. ترور سیاسی نه تنها در خود پاکستان معمول بود بلکه در از مرزها گذشت و باعث نارامی در افغانستان شد. ما میبینیم شخصیت های ما هر روز یکی پشت دیگه ترور میشه. این خودش یک نوع تجاوز است. در افغانستان تجاوز مداوم بوده، تجاوز سیاسی، تجاوز اقتصادی و تجاوزی که ما میبینیم شخصیت های ما را ترور میکنند و غیر مرئی یا نوز روشن و برهنه قابل دید نیست که ما هر روز تهدید میشیم که یک چهره توانمند کشور ما قربانی توطئه پاکستان شد. در سایه اقتصادی ما میبینیم که هندوستان قوی تهدید بزرگ شده بر پاکستان و افغانستان در این قلمرو قرار گرفته که مال تجاری قزاقستان، ازبکستان، ترکمنستان از روی افغانستان تیر میشه و مال ترکیه و ایران هم از طریق افغانستان میره. اما پاکستان بسیار ظالمانه میبینیم که کاروانهای ما را بسته میکنه، خود ترانزیتی ما را برای 6 ماه 7 ماه بند میکنه، تجار ما، هزارها تجار ما در این توطئه پاکستانی ورشکست میشه و بعضی وقتا دمرجی که بر تجار ما میاد در مرزهای گوادر و در مرز یا در بندر کراچی ما میبینیم که بحران اقتصادی در کشور بار میاره که هزارها انسان خانواده فقیر ما بینان میشه، طفلایشان گرسنه میخوابه و این ظلم و تجاوز پاکستان از لحاظ اقتصادی از تجاوز برهنه نظامیش کده بدتر بوده و داد فریاد تمام تجار ملی افغانستان بلند کده. ما یک روز در مجلس با کرزی با اتاقای تجارت افغانستان پیش از عید قربان دیدار داشتیم، امین کات با برجستگی گفتیم که این ستمی که پاکستان میکنه، این تجاوز اقتصادی که پاکستان بر قلمرو ما میکنه و سبب انفلیشن یا تورم پولی و تورمی که در افغانستان شده نرخ‌ها را بالا میبره، باید ما جلوگیری کنیم، در منابع بین المللی شکایت کنیم و این تجاوز پاکستان در این نقطه باید ما خاموش بسازیم. و تجاوز سیاسی پاکستان در علاقات سیاسی کشور ماست. ما میبینیم که 70% افرادی که در وزارتخانه ما هست، در کابینه افغانستان است، در اطراف کرزی است، گماشته ها و شخصیت های تابع شده پاکستان است که اونا یا وابسته به حزب اسلامی است یا عوامل طالب است که از طرف آیسای پیشنهاد میشه اطراف کرزی گرفته. این تجاوز خطرناکتر از تجاوز نظامی پاکستان است. تشکر می کنم از محترم انجینیر صاحب خان ذکریا. البته چون همه موضوعات اقتصادی را آگاهی دارن و چندین مرتبه سفرهای به افغانستان داشتند، در گوشه و نقاط کشور اینا سفرهای داشتند که بعدا اگر شما سوالات داشته باشید یا خودشان هم در این موارد صحبتهای خود داشتن. مردی وی تورمخی پنجابیان
دا پاکستانیان دشمنان نپریشدو و دی خاورو که سترگی به یور وباسو تش پا یو کتل بندی شاغلی دیوی دا گوشتی دا اتلونو یاد منن ساسخه تنها خود که شهید شده امور باید یادواری کنیم نی؟ ما دستان متجاوزین که بر کشور عزیز ما بی‌شرمانه مداخله دارن تقبیل میکنیم. البته در این قسمت بایست که از محترم دکتر صاحب اجدودین اشمت نویسنده چیره دست ما که شما سال گذشته هم مطلع هستیم که دو جلد کتابشان طبع شد و امسال هم کتاب بعدیشان به طبع رسید، تقاضا میکنیم که مختصر یک صحبتی داشته باشید. حضور نهایت محترم، دوستان عزیز، امید سلام های گرم مرا بپذیرین و با اختنام از این فرصت به تمام دوستان، به افغانهایی که در سراسر جهان است و بخصوص در افغانستان، سلام های گرم خود از طریق برنامه نوید تقدیم میکنم. مسئله تجاوز پاکستان به حریم افغانستان اولین شاید نباشه و آخرین هم شاید نباشه. پای انگلیس تقریبا در قرن 16 که به اند به اصطلاح گذاشته شد، توطئه ها شروع شد و این موقف تاریخی اینمی برهه به اصطلاح بسیار دلچسپ است، منتها در پنج جگه گنجایش نداره که من تشریح بکنم. اگر سوال باز در این موضوع بود من حاضر هستم که چی بکنم جواب بگویم. و ما صرف در اینمی جا فرد میکنیم عوامل و انگیزه های اینمی تجاوز ما میخواییم که در چند کلمه بسیار مختصر برای شما عرض بکنم که چرا پاکستان فرد میکنیم تجاوز دوام داره. از آغاز به وجود آمدنش که در 1947 تا به حال ادامه میده. عامل بسیار کلاسیکش تقریبا خط دیورند بود که در وقت عبدالرحمن خان در 1893 تقریبا ای معاهده میشه، عقد میشه. عامل بسیار کلاسیک بود و امی اداره پاکستان میکرد که باید از خط دیورند به رسمیت شناخته شود. اما با تغییر شرایط در منطقه و در جهان ادعاهای پاکستان بالای افغانستان اضافه تر میشه، تنها به خط دیورند اکتفا نمیکنه که اینطور مسائل تو عوامل است که از خط دیورن هم برای پاکستان اهمیتش به مراتب زیادتر است. و او مسئله آبهای افغانستان است. تقریبا ما در افغانستان قراره که سروی کردیم، در وقتی که ما در موجه کار میکردیم با دوستا و کسا، تقریبا در حدود 42 بیلیون متر مکعب آب از افغانستان هر سال بدون استفاده سرازیر میشه. از جمله 42 بیلیون متر مکعب آب تنها تقریبا در حدود 19 بیلیون متر مکعب حوزه کابل و حوزه دریای کنر داره که این آبها تقریبا تمامش به پاکستان میره و حتی از وقت انگلیس تا به حال در بالای امی مقابل امی آب بنده ها اعمار شده، زراعت در اونجا فرمی کنم پروژه های زراعتی وجود داره که اهمیتش برای پاکستان بسیار 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 پر اهمیت است و مهم است. مسئله دیگه که تقریبا چیست که از جمله حوامل و زمین هاست که در این وقتا برای عمق استراتژی که فرمی کنیم پاکستان است در افغانستان که اداره داره، به خاطر از اینکه بزرگترین حریفش در شرق پاکستان هند است، وسایل داره، تجهیزات داره و در مقابل از او براستی ضعیف هم است، باید است یک عقبگاه عربی پاکستان باید داشته باشه. کو یگانه فقط همی کوپایه های هندوکش است، دیگه جای هم نداره. فلهازا به هر ترتیبی که همراه پاکستان افغانستان برخورد بکنه، اول یک دولت ملی و به اصطلاح مردمی در افغانستان وجود نداره و فلهازا
پاکستان پلان بسیار چی داره، طولانی داره و میخواد که به تدریج افغانستان خلاصه بالا بکنه. بدون از این اصلا وجود پاکستان امکان نداره که پاکستان وجود خارجی داشته باشه. مسئله دیگه که پاکستان بسیار به او علاقمند است فقط حفظ بحران تداوم در منطقه است. بسیار ببخشین سه یک دو دقیقه خب در منطقه است به اصطلاح. چرا؟ به خاطر از اینکه پاکستان خودش که تشکیل شده روی فقط احساسات و عواطف مذهبی است، تنها و تنها. روابط اقتصادی بین ایالتاش وجود نداره، هویت تاریخی بین از اونها بالکل متفاوت است، مسائل فرهنگی بالکل متفاوت است. خلاصه که پاکستان یک دولت بسیار آسیب پذیر و شکنند است. اگر فرض میکنیم پاکستان امی تشنج در منطقه نگاه نکنه یا در اینجا یک صلح و سلامه، پاکستان گلمش جمع است، پاکستان اصلا وجود خارجی نمیداشته باشه. بس است؟ بعدن باز صحبت های خاطر سوال ها باز دوست ها داشته باشن. بسیار ببخشید، موقف تاریخی امی بره بسیار دلچسب است. باز ما سوال هایشون حاضر هستم که جواب بگویم. تشکر. ما از کلمه یادم رفته بود که از آقای اوروگزای به خاطر یعنی تدارک این مطور محافل و مجالس با امکانات بسیار ضعیف اقتصادی و امثالی که دارن این تدارک میبینم. من بسیار از صمیم قلب تشکر ازشان میکنم. تشکر. ما از شما تشکری میکنم دکتر سیف کمی. احساس دارین و درد میکنین از اینکه شما بزرگان همی لحظه اینجا صحبت میکنین. چی مقبول است کمی شعر بر شما بخوانم؟ شمشیر اگر نیست مرا در میدان، این خامت و ناچیزتر از تیغ مدان. شمشیر و قلم یکیست انگام نبرد، این زخم به تن میزند آن نیش به جان. البته محترم استاد شاد محمد افسر اردوی سابق افغانستان که واقعا یک اردوی پرتوان و پرقدرت و که در وقت سردار محمد داود خان پاکستان چندین مراتبه دست تسلیم قرار بود که بلند کنه. تقاضا میکنیم که استاد شاد محمد اگر حرفایی داشته باشه. دوستان عزیز سلام به همه شما. هزار خم نکند مست می پرستان را، هزار خم نکند مست می پرستان را، چنان چی ذره خاک وطن پرستان را. ما از طریق امی پروگرام سلام خدا به همه هموطنان خود تقدیم میکنم. با آنهایی که همین اکنون در سنگرها هست مبارزه میکند، مقابله میکند، خون میریزد. ملتی که از یک طرف فقر و گرسنگی بالایشان ظلم و استبداد میکند، حاکمیت میکند، از جانب دیگر از این موقع دشمنی نابکار، نامرد، ناجوان مرد از این موقع استفاده میکند. وقتی که جنگ، کلمه جنگ مطرح میشود، وقتی که دفاع از سرحد و از وطن و استقلال و وطن پرستی مطرح می شود، اینجا احساس لازم است. احساسی وطنی، احساسی وطن پرستی، احساسی که خاک خود انسان دوست داشته باشد، مادر وطن خود را دوست داشته باشد، پدر وطن دوست داشته باشد، سرزمین خود را، پدر خود را، مادر خود را، قوم خود را، خیش خود را، بالاخره هستی خود را. همه ما اینجا هستیم ولی دلهای ما، خیال ما پشت وطن ما هست. همین لحظه همه ما پشت وطن خود ناراحت هستیم، احساس ناراحتی میکنیم. بیایید از صمیم قلب با آنهای آرزوی موفقیت بکنیم که همین لحظه پرچم مبارزه و استقلال طلبی را دارند، در سنگر مردانه استادگی میکنند و بیباکانه میرزمند. واقعا افتخار می آفرینند، افتخار با آنهایی که در سنگر برای وطن و برای مردم خون میریزند. ما آرزوی موفقیت برای آنها میکنیم. اما باید عرض کنم خدمت دوستا که اردو،
قوای مسلح وطن، وطن پرستی، دولت و حاکمیت، اینا همه با هم در آمیخته هست. اگر یک حکومت، یک دولت وطنی و ملی، وطن پرست و مردم دوست نباشه، اردوی وطن پرست و اردوی ملی مدافع و فداکار مشکل است که اعمار کنه. اگر آب از بالا از سرچشمه گردآلود باشد، دشوار است که در پایینی ها